دوستان، با آموزش مدیریت پروژه و نرم افزار آفیس پروژه در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل در خصوص تخصیص منابع با هم صحبت کردیم و گفتیم چالش های موجود در این زمینه چی هستش. خب تو این جلسه میخواییم تخصیص منابع رو توی MSP انجام بدیم. اگر این قسمت بار MSP رو اضافه کنیم، یه قسمت هست به نام ریسورس نیم که میتونیم ریسورس ها رو اینجا تخصیص بدیم. اگر ندیدینش هاید بود، میتونین اینجا اضافه کنیم. خب ریسورس نیم. خب وقتی که ریسورس نیم رو اضافه میکنین، اگه اینجا کلیک کنین، یعنی هیچی نیستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما هنوز هیچ منبعی رو تعریف نکردیم که داریم و چقدر داریم. پس اول باید تعریف کنیم که چه منابعی واسه ما وجود داره و چقدر از هر کدوم داریم. خب برای این کار میتونیم بیایم اینجا تو قسمت ریسورس شیت. خب تو قسمت ریسورس شیت من میتونم اسم منبع رو اول قرار بدم، نوعش رو تعریف کنم که آقا میبینیم به طور مثال واسه این پروژه، همونطور که میبینیم چون پروژه تهیه پایان نامه هستش، من یه دونه خودمو دارم. خب یه استادی دارم به نام علی که میگم آقا این استاد راهنمای من هستش. خب یه دونه به طور مثال آرش که استاد مشاورش. خب یه سری استادای دیگه دارم که کلی تعریف میکنم چون شبیه هم هستم و بیشتر باشون میخوام برم صحبت کنم و گفتگو کنم. خب حالا نوعی که اینجا میتونم با هر کدوم تعریف کنم چیه؟ یه سری هم به طور مثال کتاب باید بخرم واسه اینکه پایان نامه انجام بدم. بوکسن articles، اینم اینجا می نویسم. خب کتاب و مقالاتی که باید تهیه بکنم و دیگه چی میتونیم لازم داشته باشیم واسه اینکه پروژه رو انجام بدیم؟ کامپیوتر به طور مثال، یا کلاس، مثلا کلاس باید خودم بنویسم. توجه کرده باشیم من اینجا کامپیوتر رو ننوشتم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی داریم منابع رو تخصیص میدیم و میخوایم مدیریت کنیم اونها رو، باید در نظر گرفته بشه که آقا ما واسه اینکه یه ساختمون رو انجام بدیم خیلی منابع مختلفی هستش که وجود داره و ما نمیتونیم واقعا همه رو مدیریت کنیم. پس چیها رو باید بنویسیم که بتونیم اونها رو مدیریت کنیم؟ تنها منابعی که ما برامون مهمه که چقدر باید از اونها مصرف کنیم یا چقدر مثلا هزینه بردار بوده واسمون و اینکه مثلا چقدر باید بخریم و اینکه یا باید اونها رو رزروشون کنیم. آقا مثلا باید یه ماشین جرثقیل بگیرم، باید اون رو رزروش کنم. خب پس لازمه که بدونم کی به اون ماشین جرثقیل نیاز دارم که حداقل یه هفته دو هفته قبلش یا بعضی وقتا یه ماه دو ماه قبلش اونا رو رزرو کرده باشم تا به موقع به دستم برسه. همینطور یهو نمیام میگم اوکی این الان فعالیت داره تموم میشه، حالا من جره ثقیل میخوام، حالا زنگ میزنیم رزرو بکنیم و دو هفته بعد وایسیم تا تازه جره ثقیل برسه. پس منابعی که باید رزرو بکنیم، منابعی که ترند هزینه اونها یا ترند کاری اونها یا زمانی اونها واسمون مهم هست. به طور مثال استاد مشاور من یه جور کلندر داره، بعضی وقتا فقط هست، دو روز در هفته هستش. استاد راهنما دو روز در هستن. حالا پروفسورز کلا هر چی استاد گیر بیارم میخوام برم باش صحبت کنم، به طور مثال هر روز هستن، مشکلی نداره. خب فکر کنم اینم یه اس کم نوشتم پروفسور. خب پس ما منابع رو بر این اساس میایم اینجا می‌نویسیم، همه رو نمیایم بنویسیم. پیچ نمی‌نویسم تو یه ساختمان، مثلا پیچ لازم دارم، خب یه کیلو پیچ خریدم، چقدر هر چقدر هستش گرفتم گذاشتم تو انبارم، هست از پروژه قبلی هم مونده، ترندش واسه من زیاد اهمیت نداره. خب انواع ریسورس هم مشخص می‌کنم. اگه توجه کرده باشیم من سه نوع ریسورس میتونم تو MSP مشخص کنم. یکی ریسورس ورک هست که همون تجدیدپذیرها هستن، مثلا نیروی انسانی، مثلا ماشینالات، جرثقیل، هر چی که به یک فعالیت تخصیص بدم و پس از پایان اون فعالیت بتونم به یه فعالیت دیگه تخصیص بدم به اون میگیم ورک. پس نیروهای انسانی منم ورک هستن.
یه نوع دیگه از ریسورس های من متریاله. متریال یعنی منابع مصرفی و تموم شدنی، تجدید ناپذیرها هستن. یعنی اینکه من یک فعالیت تخصیص دادم، کتابم رو خوندم، تموم شد، رفت، دیگه نمیتونم مثلا بخونم، دیگه نیازی نیستش که بخونم از کتاب. یا مثلا سیمان من استفاده کردم، تموم شد، رفتش. خب کلاس هم همینطور متریال در نظر گرفتن، چون یه بار کلاس رو میریم تموم میشه میره. خب یه منبع دیگه هست که کاسته، که خب شاید ما الان زیاد نیازی نداریم که کاست رو مدیریت کنیم، اما کاست، یک منبع کاست اینجا با مدیریت هزینه یه تفاوتی داره. من یک منبع کاست تعریف کردم یعنی چی؟ یعنی یک مثلا اوراق قرضه، مثلا اوراق قرضه یک جور منبع کاست من هست، یا وام، وام که میگیرم یک جور، مثلا اینقدر وام لازم دارم اینجا، یک جور منبع کاست من هست، هزینه من هستش که میتونم مدیریت کنم. اگه توجه کرده باشین اینجا ماکسیموم مقداری که من بوکو در نظر میگیرم خالی گذاشته، به خاطر اینکه باید بخرمش، فقط لازمه بدونم تو این مد، تو این زمان چقدر من یک ماده رو لازم دارم، یا چند تا کلاس رو لازم دارم و هزینه‌شو واسم برآورد کنم. دیگه مهم نیست که چند تا مثلا داشته باشم که بخوام مدیریتش کنم، ماکسیموم حالت نداره، فقط کافیه که پولشو بدم. خب اما از آرمین کشاورزی یه نفره، من فقط یه دونه دارم. خب اینجا به اسم جدا کردم اگه توجه کرده باشین، ولی اینجا پروفسورز رو به اسم جدا نکردم. مثلا من دو تا استاد دارم، خب و اینجا 200% واسش در نظر میگیرم، اما واسه منابع خاص اینطوری که مشابه هم نیست، مثلا این استاد که استاد راهنمای من هست با دیگر استادا فرق داره، من باید با این بیشتر تعامل کنم و روزای خاصی وجود داره، بخاطر همین فقط اینو به اسم جدا کردم. ولی مثلا میتونم گروه بندی کنم، مثلا گروه دانش آموزان، مثلا students، خب یا مثلا پروفسورها، مثلا گروه های مختلف. این اختیاری اگه بخوایم مشخص کنیم. این اینیشیال حرف اول اینا هست که تو اختصار وقتی که بخواد مثلا جاهایی رو با اختصار نشون بده میاره، که من به جای اسم فامیل اصلا اینجا می نویسم آرمین، اسم کوچیک رو بردم اینجا، علی می نویسم اینجا، آرش، و این پی و بی کافیشه، همین اوکی که باشه. خب اما ماکسیموم حالت مثلا اینجا یعنی چی؟ 100%، یعنی 100% توان. خب 100% توان آرمین کشاورزی یعنی چی؟ یعنی 8 ساعت در روز کار کردن. اوکی، پس 100% یعنی یک نفر ساعت. خب یک نفر ساعت استاد، یک نفر ساعت فلانی، که این نفر ساعتی که حالا استاد هست بعدا میبینیم کلندرش فرق داره، اینجا بیتی که هست کلندر رو میتونیم تشخیص بدیم. خب من از این استادا دو نفر دارم، پس 200% در واقع این به خاطر اینکه من به جزء تعریف میکنم، مثلا میگم آقا یه جایی 10% از این کار بکنه راحت تره، اما میتونم به نفرم بیارم. اگه بریم تو فایل آپشنز، خب توی قسمت کنم اسکجولز بود، توی اسکجولز شو اسایمنت یونیت از ا پرسنتیج، من اینجا می نویسم دسیمال و اوکی میکنم، اینجا می نویسم یه نفر. بعد اون وقت دیگه یعنی چی؟ یعنی مثلا من بخوام بگم این پارت تایمه یا نصف اینو فقط دارم، می نویسم نیم نفر. خب یعنی این شخص به صورت پارت تایم واسه من داره کار میکنه، یا مثلا این شخص کلن 75% از توانش رو واسه من میذاره، در 25% از مواقع مرخصیه، نوعش فرق داره. خب بعد واسهش یک کار رو تعریف میکنم، ولی من خودم به شخصه با پرسنتیج راحت ترم، بخاطر این برمیگردم به همون حالت پرسنتیج، چون میتونم بگم 20% اینطوری راحت ترم، به 100 تبدیل کردم در 100 شد. خب بعدی چیه؟ استاندارد ریت، یعنی در زمان شیفت عادی بخواد کار کنه چقدر پول میگیره. مثلا آرمین کشاورزی $2 در ساعت داره میگیره، خب استاد راهنمای $3، اما خب ما ایرانیم، دلار زیاد شاید منطقی نباشه واسه پروژه داخل ایران، ما بخوایم اینو به ریال تعریف کنیم، باز دوباره میریم فایل آپشنز، توی قسمت اسکجول ببینیم بودش، نه توی قسمت ادوانس، توی قسمت ادوانس اگه بیام پایین، نه ادوانس هم نبود، توی جنرال بود، نه باز دوباره باید اینو بگردم پیدا کنم. یه چیزی اگه توجه کرده باشین، ما نرم افزار رو جای مختلفش رو حفظ نمی کنیم، اینطوری شاید روی نرم افزار تسلط خوبی پیدا کنیم،
اما باعث میشه که ذهنتون بسته باشه. اصولا نرم افزار مثلا مایکروسافت خیلی چیزاش که بخوایم ادیت کنیم توی قسمت فایلز توی قسمت فایل یه قسمت آپشنزش هست، چیزای کلی مربوط به مایکروسافت یا اون قسمت آفیس رو میتونیم تغییرات رو اعمال کنیم. بخاطر این من خودم همیشه با اینکه شاید چندین بار استفاده کردم و بازم یادم میره، اما همیشه میام میگردم آقا این کجا بودش، حفظش نمیتونم بکنم. خب توی قسمت اسکجول کجا بودیم واقعا؟ دیسپلی، آها تو قسمت دیسپلی بودش. خب میایم اینجا USDO انتخاب میکنیم IRR، خب که مینویسه اینجا واسه ما ریال، یعنی ریالش هم یکم با فاصله اینو انتخاب میکنم، دسیمالش هم صفر کنم چون ما صدم ریال دیگه نداریم. خب ریال آخرین نرخی هستش که داریم، چون مثلا واسه آمریکا یا اگه دلار میذاریم سنت هم دارم، ولی ما دیگه ریزمون ریاله. خب حالا اینجا زده دو ریال که دو ریال نیستش. مثلا اگر در نظر بگیریم که یک کلکیولیتر بیارم، خب فرض کنیم الان حقوق عادی یه شخص 900 هزار تومان هستش، میشه 900 یعنی 9 میلیون ریال، درسته؟ تقسیم بره، خب ما چند روز کاری داریم؟ 20 بزنیم من چرا بست نمیشه توی فایل آپشنز اینجا نوشتیم چند ساعت و چند روز کاری داریم دیگه، درسته؟ اینها ما 20 روز کاری در ماه داریم و حالا در هفته و 8 ساعت هم در روز. خب دوباره کلکیولیتر هم میارم، خب میگیم 900 هزار تومان یعنی 9 میلیون ریال تقسیم بر 20 یعنی روزی 450 هزار ریال یعنی 45 هزار تومان تقسیم بر 8 یعنی من ساعتی 5625 تومن دارم پول میگیرم واسه کار پایان نامه‌ای که انجام بدم. خب بر فرض کنیم اینجا خارجه به ما پول میدم اگه بریم دانشجو بشیم، ولی تو ایران چیزی به ما نخواهند داد. خب 5625 تومن من در ساعت دارم پول میگیرم به صورت عادی اگر کار کنم. اوورریت و اینا هم صفره، هر چقدر هست همونه. اما یه استادی بر فرض مثال داره 2,500,000 اگه پول میگیره، خب تقسیم بر 20 تقسیم بر 8 میشه 156,250. خب اینقدر پول میگیره. استاد راهنما بیشتر بر فرض میگیرن، ولی استاد مشاور مثلا کمتر میگیره، کمتر میذاریم. یه چیزی که وجود داره توی سازمان ها خیلی دوست ندارن حقوق افراد مشخص بشه. خب میان چی کار میکنیم اینجور مواقع؟ اگر خیلی دلمون بخواد که ببینیم آقا هزینه نیروی انسانیمون چقدر شد، میان میگیم میانگین حقوق و دستمزد افراد چقدر هستش. مثلا میگیم اوکی یه سری ها حداقل حقوق میگیرن، یه سری ها خب بیشتر میگیرن، میگیم یه میانگینی میگیریم و اینجا میذاریم و به طور میانگین این حرفو میزنیم. اینطوری دیگه کسی نمیفهمه حقوق یه شخصی چقدر بوده. در شرایطی که بخوایم خب دقیق‌تر عمل کنیم و باز هم کسی نفهمه، میتونیم سکیوریتی بذاریم واسه مثلا پسورد بذاریم واسه این قسمت که آقا نتونیم بیاریم، که اینو خودتون میرین سرچ میکنین در میارین که چجوری پسورد میذارین، چون زیاد کاربردی نیست واقعا، خیلی کمتر جایی به نظرم میان پسورد بذارن که آقا فقط افراد خاصی بتونن اینو ببینن، یا فایلو اصلا به اون افراد نمیدن یا کلن این قضیه رو اعمال میکنن، ولی بهترین حالت به نظر من همون میانگین. خب اینم تقسیم بر 20 تقسیم بر 8 میکنیم که میشه 12,500. پروفسور هم مثلا میگیم آقا اینا دیگه حقوق عادیشون رو دارن میگیرن، 1,500,000 در نظر میگیریم تقسیم بر 20 تقسیم بر 8 میکنه 9,375. میکنم 9,375
یه صفر هم فکر کنم باید اضافه کنم دیگه، درسته؟ خب این هم از مقدار ساعت کار. اما اگر یه استادی بیشتر بمونه اضافه کاری بر فرض مثلا بمونه، اگه اضافه کاری بخواد بگیره فکر میکنی مثلا حالا حدودی میزنیم 1700 به این صورت، حالا یه ذره بزرگش کنم، من درست دادیم 170 درست، این یکی مثلا میگیریم 150 به جای چیز ساعتی، خب یکی هم میگیریم مثلا 10. کاست یوز تحت شرایطی هستش که آقا من مثلا میخوام کار خاصی رو واسه یک فعالیتی انجام بده، این فعالیت خاص مثلا چقدر کاست یوزشه. خب اینا رو حالا دیگه واسه این پروژه‌مون منطقی نیست که چیز کنیم. خب اوکورت هم که به صورت حالا پروتریت. خب فقط یه چیز مهمی که هستش کلندر اینا هستش. بعضی از استادان کلندر خاصی رو دارن، به طور مثال این استاد فقط دو روز در هفته هست تو دانشگاه، من دو روز در هفته میتونم بیام اینجا و ازش استفاده کنم. واسه این که بگم آقا این دو روز در هفته هستش چیکار باید بکنم، یه دابل کلیک میکنم میام توی change work time و میام توی works detail، میگم آقا شنبه ها تعطیله، نان ورکینگ، دوشنبه ها هست، سه شنبه ها تعطیله، چهارشنبه ها هست، پنج شنبه ها تعطیله، جمعه هم تعطیله، یک شنبه هم تعطیله و اوکی میکنم. خب این دیگه میاد کلندر مخصوص به خودش رو اینجا استفاده میکنه آقای علی خان. خب واسه این استادم هم همینطور میام میگم چینج میکنم ورک ویکسش و دیتیل، میگم آقا این فقط روزای فرد هستش، خب ساندی که زوج نیستش، ماندی نیستش، تیوزدی هستش، ونزدی نیستش، ترزدی هست، فرایدی نیستش، ساندی هم ساتردی هم که یک شنبه است، ببخشید اشتباه گفتم، ساتردی که شنبه است نیستش، اینم هستش. خب و اوکی میکنم. خب باز اوکی کردم، باز یادم رفتش، بیاییم اینجا ببینیم، ساندی یک شنبه است نیستش، ببخشید نام بکنی، ساتردی شنبه است هستش، اوکی میکنم. خب کلندر اینا رو هم تعریف کردم. حالا که پروژه من ریسورساش معرفی شد که چه ریسورس هایی دارم، میام اینجا allocate میکنم. خب راحت ترین راهش اینه که اینجا allocate کنم، درسته؟ میام میگم آقا این انجام تحقیق کتابخونه رو کی انجام میده؟ آیا آرمین کشاورزی. اولویت بندی کی انجام میده؟ آیا آرمین کشاورزی. انتخاب موضوع رو آیا آرمین کشاورزی انجام میده؟ بعدش هم اینجا برگزاری جلسات چی؟ یعنی باید جلسه بذاره با افراد مختلف، یعنی با همه اینا باید جلسه بذاره. خب البته انجام تحقیق کتابخونه نیاز به بوک و آرتیکلز هم داره. اگه توجه کنیم اینجا بوکس و آرتیکلز رو کنار اینجا بیام، خب اینجا کنارش یک گذاشته، یعنی چی؟ یعنی یه دونه. خب این یه دونه نیستش، میتونم اینجا یک کلیک بکنم اینو بکنم مثلا من 10 تا کتاب و مقاله باید بخونم حداقل. خب وقتی که اینو 10 تعریف کنم اینجا توی ریسورس شیت اگه بریم، خب الان قیمت یک کتاب به طور میانگین مثلا 30000 تومان هستش، میزنم 300000 ریال. خب 30000 تومان، 10 تا 30000 تومان، یعنی من 300000 تومان پول کتاب بدم به طور میانگین. حالا چون مقاله این وسط هست اینو کمتر میکنم، میکنم 15000 تومان، من همینجا باید 150000 تومان پول کتاب بدم. خب کلاس حدودا چقدره؟ 400000 تومان پول کلاس های آموزشی به طور میانگین که بخوایم بریم، 400000 تومان. اینم به تومان نوشتم، باید به ریال بنویسیم، درسته؟ 4 میلیون. خب پس یه راهش این شد که میام اینجا
توی تب ریسورس و الوکیت میکنم. اوکی کوچیک‌ترش میکنم. خب راه حل دیگه، راه دیگه چیه؟ بیام دابل کلیک کنم، بیام توی ریسورس و ریسورس ها رو دوباره انتخاب بکنم. انتخاب موضوع استاد راهنما رو خود آرمین کشاورزی انجام میده. وقتی که الوکیت میکنم اینجا 100% از توانش آرمین کشاورزی میذاره واسه این کار، درسته؟ تو این حالت به طور مثال من دابل کلیک باز میکنم اینجا. خب استاد راهنما توی برگزاری جلسات فقط میخوام بیام برم یه ساعت باش صحبت کنم، یه 10% از توانشو میخواد واسه من بذاره، درسته؟ واسه این یکی استاد مشاورم فوقش واسه من بذاره 10% از توانشه. پروفسورهای دیگه هم همینطور، خب فوقش 5% از توانشون واسه من بذاره، یه مصاحبه کوچیک باشون انجام میدم. پس اینجا تغییره. وقتی که این تغییرات رو اعمال میکنم توجه کنین روز تغییر میکنه وقتی که من اینو کاهش میدم. خب اینجا باید حواسمون باشه آقا به چه علت این کار میکنه؟ به خاطر همون تبادل بین منابع و زمان هستش این کار رو انجام میده. یکی اینکه خب اینو من برمیگردم به حالت قبلی که بودش، کنترل زد میکنم. خب کلن چند روز زمان لازم داشتش این کار رو انجام بده؟ 31 روز. خب وقتی که من مقدار منبع رو کم کردم این زیاد شدش. به خاطر اینکه این تغییرات اعمال نشه بیاین اینو بگیرین کلا بکنین مانیوالی اسکیجول قبل ریسورس، به خاطر اینکه زمان رو تغییر نده. خب مانیوال اسکیجول کنین و بعد بیاین مثلا اینو بگین 10%، بعد اینم 10%، بعد اینم بکنین 5%، درسته؟ و خب این همون 30 البته این آخر شده و 35 قبل اینکه چیز بکنیم اینو میکنم 31. خب این میشه 35. اگر یادتون باشه این کلا 31 روز طول میکشه، ولی این استاد راهنمای من آقا علی فقط 2 روز در هفته بودش. خب این 2 روز هفته باعث میشه که آقا از 2 این ماه وسطی قرار گرفته 10/2/2016 تا 11/12/2016 کار من فقط طول بکشه. این کجا یک ماهه؟ خیلی بیشتر از یک ماهه، بخاطر اینکه فقط 2 روز رفته این هستش و منبع کم دارم واسش. خب البته برگزاری جلسات کلا فوقش 3 روز مثلا من میخوام واسه زمان بذارم. حالا این 3 روز رو نگاه کنین، از 10/2/2016 تا 10/4/2016 داره طول میکشه فقط بخاطر این قضیه. خب که حالا روی تخصیص منابع اینو باز درستش میکنم. فقط یه مقدار سخته اگه من دونه دونه کلیک کنم و بعد بیام منابع رو تعریف کنم همون لحظه بدونم که آقا چند درصد از کارم داره توسط اینا انجام میشه و ببرم جلو. خب بهترین حالتش اینه که این کار رو انجام بدیم، درصد استفاده از هر کدوم رو مشخص کنیم. یه راه حل ثانوی هم داره، اول من تخصیص میدم کل منابعمو. خب الان فرض کن کل منابع رو تخصیص دادم، من این فایل دومش رو باز میکنم که منابع رو تخصیص داده بودم چون طولانی نشه. الان من کل منابع اینجا تخصیص دادم، تو حالت مانوالی هم گذاشتم. این قرمز اینجا داره نشون میده که آقا this task has overlocated resource. یعنی چی؟ یعنی یه ریسورسی رو داره که داره کارهای دیگر هم اینجا انجام میده و در واقع از این منبع آرمین کشاورزی ما کم داریم اینجا. خب و همینطور تسکای دیگه، خب اومده گفته آقا ما اینجا با کمبود منبع مواجهیم. خب چی کار باید بکنیم؟ حالا اینجا من قبلا یه مقدار درصدا رو مشخص کرده بودم. خب یه راه حلی که داره نها کنید، خود پروژه لول ریسورس داره، خب تسطیح میکنه منابع رو. این تسطیح منابعی که اینجا انجام میده میتونه، حالا اینجا آپشن ها رو داره نها کنه، میتونه آپشن های مختلفی باسش انجام بده. فقط اگر در حین اسلک قرار بده، یعنی اینکه پروژه من با تاخیر مواجه نشه، مثلا اون تصدیه منابع عادی هستش که اون موقع بتون نشونه. ولی خب اینجا ما مشکلی نداریم، پروژه طول بکشه برای منبع نداریم دیگه. خب level can adjust individual assignment on task. خب میتونه level کنه
هر کدوم از اسایمنت ها رو بر روی یک فعالیت. خب و بهتر که level can create split میتونه بینشون رو بشکونه، بگه آقا این تا اینجا انجام بشه، بعد حالا بشکنه بعدی انجام بشه، بعد از اینجا بعد این ادامه کار رو بره، که اینم خیلی چیز خوبیه. باشه حتما. level resource with the proposed booking type، که ما booking type نداریم، reserve نداریم، فعلا reserve چیزی نکرد. level manual schedule task که میخوایم بگیم آقا این تسکایی که مانوال هستن هم لیول کن، حالا اوکی میکنیم ولی لیول نمیخوایم بکنم. خب برمیگردیم لیول آپشن. خب کجا رفتیم؟ آه این رو بستش. خب پس میاییم توی لیول آپشن، آپشن های مختلفش رو واسه این قرار میدیم که مانوالی باشه، نمیخوایم اوتوماتیکالی همینطوری یه واسه خودش لیول کنه، اول کاراش انجام بدم بعد. چیزی که خیلی مهمه لولینگ اوردر، که به صورت پیشفرض روی آیدی، حالا من تقریبا شما بیاین بذارین روی پرایوریتی استاندارد. خب یعنی بر اساس اولویت ها بیاد لول بندی کنه، که حالا اولویت ها رو تعریف میکنیم. اگر اینجا دابل کلیک کنین، من توی جنرال یه دونه پرایوریتی 500 دارم واسه همه فعالیت ها. خب این لول رو اگه ببرم بالاتر یعنی اولویتش بالاتره، بیام پایین‌تر یعنی اولویتش پایین‌تره، که یه حد ماکسیمم واسه خودتون در نظر بگیرید، مثلا 1000 و ببینید مثلا خیلی اولویت داشته باشه بهش 1000 میدم، اگه عادی باشه 500، اگه خیلی بی اولویت باشه که صفر، که اصلا انگار انجام نشه مثلا میگم نیستش. خب حالا چجوری بیایم این تسکای این ریسورسایی که دادیم و تخصیصی که دادیم و کار بکنیم که دیگه قرمز نباشه و ما با کمبود منابع مواجه نشیم. ما میدونیم که دیگه ماکسیمم حالتمون همین بود دیگه، توی ریسورس شیت اگه بریم خب ماکسیمم رو تعریف کنیم، اینجا داره قرمزا رو به من نشون میده که چیا قرمز هستن، این ستا قرمز. خب من اینجا شیت های مختلفی دارم که میتونم ازشون کمک بگیرم واسه تخصیص منابع و جابجا کردن در واقع فعالیت ها. خب بیاین دونه دونه ببینیم ریسورس یوزج چی هستش، داره مقدار کار هر کدوم از ریسورس ها رو داره به من نشون میده. مثلا استاد آرش این کارها رو باید انجام بده، اینقدر باید وقت بذاره، تو این روزها باید وقت بذاره و اینجا هم قرمز هستش. حالا پروفسور قرمز نیستش، حالا من اینو میارم بالا چون قبلا پایین بودش. آرمین کشورت اینا آن اساینت هستش، مثلا انتظار کشیدن، خب ریسورسی نمیخواست. دریافت پذیرش نهایی مقاله، این که برای یه چیزی میاد مثلا میگه آقا مقالتون پذیرش شده، نیازی نیست که ریسورسی بهش تخصیص بدم، خوشحال میشم فقط. اما مثلا آرمین کشاورزی این همه کار داره انجام میده، خب و اینقدر ساعت هم داره واسه شون وقت میذاره که کار رو انجام بده و قرمز هم هست، یعنی در کل اینقدر زمان و کار رو داره انجام میده. و خیلی خوبه این گزارش، به ما میگه که آقا هر شخصی چند ساعت واسه تو کار کرده در مجموع، و خب قرمزا رو هم داره به من نشون میده که میگه در مجموع قرمز هستش. ولی اینجا یه مقدار سخته که من بخوام مثلا ساعتش رو کم بکنم یا بیام اینجا مثلا ساعت ها رو تغییر بدم. حالا تو شیت های دیگه میبینیم چرا اونا راحت ترن. خب بیایم توی ریسورس فرم. ریسورس فرم چی هستش؟ میاد به ازای هر شخص دوباره کارها رو واسه من خورد میکنه، میگه کی شروع میشه کارش، که این دقیقا خوبیش اینه که آقا من اینو یه پرینت میگیرم به طور مثال میدم به آرمین کشاورزی، میگه آقا تو این روز تو این تاریخ باید شروع بکنی، اینقدر کار بذاری و این کار رو انجام بدی. خب اینم واسه پروفایل ریسورس ها خیلی هم خوبه، ولی بازم سخته من بخوام از اینجا اسکیجول بکنم. بعد این اکوریت هم استارت و اند و پرو ریت هم من یادم رفت واسهتون توضیح بدم، همینطور ازش گذاشتم. اگه استارت باشه خب یعنی این که حالا بدیم تو گان چارت من واسهتون توضیح بدم اینجا راحت تره. خب من بیام این برتر یه دونه بیارم. آها خب ناکنین این نمودار من به روزهای مختلف تقسیم بندی شده، میبینین؟ یعنی چی؟ یعنی این که اگر من تو اینجا باید از آرمین کشاورزی استفاده کنم و کل فعالیت من 10 ساعت لازم باشه و مثلا 10 روزم داره طول میکشه، اینجا 1 ساعت لازم دارم، اینجا هم 1 ساعت 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 لازم دارم از آرمین کشاورزی. خب
نمیگم پروتئین، اگه بگم استارتش باید آماده باشه، یعنی آقا اینجا باید 10 ساعت آرمین کشاورزی آماده باشه واسه ریسورس متریال خیلی خوبه، میگه آقا من اینجا باید اینقدر سیمان آماده داشته باشم تا کارم انجام بدم، ولی اگه بگم مثلا من تو این روز اینقدر سیمان لازم دارم، تو این روزم اینقدر، به این میگم پروتئین. یا بگم انتهاش باید سیمان بیاد و آماده باشه، به این میگن اندش. خب که اینجا اگه تو ریسورس شیت بریم، خب مثلا اینو میگم آقا این باید ابتداش باشه، کتاب باید از اول آماده باشه و این هم باید ابتداش باشه و این باید از اول آماده شده باشه، ولی اینا پاترید میتونم باشه. خب چون به صورت پیوسته داره رو فعالیت کار میکنم، اصولا ورک ها پاترید پروترید. خب ریسورس فرم رو دیدیم با هم دیگه، یعنی در واقع انگار پروفایل کاری یک ریسورس هست، میتونیم پرینت بگیریم و به افراد بگیم آقا تو این کار رو تو این روز باید شروع کنیم و تو این روز تمام کنیم. ریسورس گرافی که اونجا با هم آشنا شده بودیم که ریسورس گراف چی هستش، خب با هم دیده بودیم به ازای روزهای مختلف داره گراف استفاده از ریسورس هم با هم نشون میده. اینجا 100% از منبع علی استفاده میکنم، تو این روزم هم همینطور. خب میرم جلوتر، تو این روز اینقدر استفاده میکنم، تو این روز اون 10% هست که مشخص کنم، تو این روز 20% استفاده میکنم، تو این روز 60% استفاده میکنم. تو اینجا overlocated شده، 3 تا کار همزمان مثلا داره انجام میده، 3 تا 60% شده 120%. خب ریسورس های دیگر رو چجوری میتونم ببینم؟ از طریق این، اینجا آرمین کشاورزیه که overlocated اکثر جاها همونطور که میبینین. خب بعد اینو یکم برم بالاتر، علی، آرش، روزهای مختلف چه روزهای overlocated هستش میتونم ببینم و پروفسور که overlocated نبودش و استفاده میشد و بوک و آرتیکل چقدر لازم دارم و استفاده باید بکنم، چون چه روزهایی باید باشه و همینطور کورسایی که لازم دارم. خب یه دونه تسک یوزش هستش، یعنی هر تسکی چه منابعی رو داره و چقدر ازشون استفاده میکنه. مثلا اینجا یه دونه کتابه، من بیشتر ساعت چه داره باشون داره کنم آرتیکل کو. خب مثلا اینجا چون متریال هست یک در نظر گرفته، خب در صورتی که این یونیت و مثلا 5 رو من ازش نیاز دارم، اینجا حالا 5 ساعت دیگه واسهش نزده، ولی اینجا اگه خودمون بخوام اضافه کنم ناکه ساعت، آه نه اگه بیام بیرون دیگه ساعت نشون نمیده، اولش فقط ساعت نشون، این یه باگ MSP میتونه باشه. خب اینجا 2 ساعت آرمین کشاورزی رو لازم دارم واسه اینکه این کار انجام بده، اینجا 3 ساعت و 3.2 ساعت لازم دارم که انتخاب موضوع انجام بده و غیره. از اینم نمیتونم زیاد تخصیص منابع راحتی بکنم. یه دونه تسک فرم هستش که به ازای هر تسک باز دوباره من چه منابعی رو لازم دارم. اینم خوبه وقتی که داره یه تسکی انجام میشه ببینم چه منابعی باید واسهش آماده باشه که اون کار رو انجام بدم. خب مثلا اونجا آرمین کشاورزی باید آماده باشه، اینجا باید آرمین کشاورزی و استاد همه آماده باشن. مثلا یه جا که کتاب لازم دارم بیارم میرسم بهشون، میبینه همون اول تایی فرستی از کتاب که این بر اساس زمانی که هستش داره اینا رو میاره و خب بر اساس اون زمانی مثلا اینجا البته استارت و فینیش تسک رو مشخص میکنه. حالا برگردیم توی تسک شیت، توی تسک شیت هم دقیقا مثل همونه که توی گانت چارت میبینیم، فقط یه قسمت گانت چارت رو به ما نشون نمیده. توی قسمت تیم پلیر هستش که من میتونم تخصیصم رو مدیریت کنم.
خب نها کنین اینجا الان این ریسورس من قرمزه، کجا قرمزه؟ نها کنین اینجا داره میگه آقا انجام تحقیق کتابخونه ای توسط آرمین کشاورزی انجام میشه. اینا قرمز نیستن خود این تسکا چون قبلا تخصیص دادن درست بودن. خب یکم میام جلوتر میبینین اینو قرمز کرده، میگه آقا آرمین کشاورزی این سه تا تسکی که داره اینجا انجام میده باعث شده که قرمز بشن. اینجا دابل کلیک میکنم اون وقت روش این تسک اینفورمیشن من باز میشه، میگه چی؟ برگزاری جلسات با استاد مختلف برای بحث در زمینه موضوعات انتخابی. میام تو قسمت ریسورس، میگم خب آرمین کشاورزی تو اینجا 50% از نیرو تو بذار روش، خب و یک کم مثلا شاید حالا از لحاظ زمانی این طول بکشه، وقتی 50% میذار کلش مثلا 13 روز خودت. خب اینجا استاد آرش قرمزه، میگم اوکی اینجا استاد آرش که داره مثلا این کار رو انجام میده برگزار جلسات یه ذره کمتر نیرو بذاریم روش، خب مثلا 25% از نیروشو بذاریم و اوکی میکنم. یه راه دیگه این چیه؟ وقتی که من دارم تصدیه منو میکنم میگم آقا این اولویتش بیشتره، اینو موقع تصدیه منو به حواست بهش باشه که باید زودتر انجام بشه. اون موقع دیگه MSP داره تصدیه منو میکنه خودش اینو درست جا به جا میکنه. میرم جلوتر نها کنید این با این تداخل داشته قرمز میکرد اینو. خب وقتی که من پریوتری اینو میارم پایین اینو میکشه این ورتر میاره اینجا و اینو زودتر انجام میده. اوکی خب میرم بعدی. البته اینجا خب گم شدیم. خب دوباره من از اول میرم جلو میرم جلو. خب اینو میتونم یه مقدارم البته ببینم استاد آرش چقدر داره زمان میذاره. 50% از نیروشو داره میذاره، مثلا 25% هنوزم اینا چون استاد آرشون باش 25% اینجاست 25% اینجاست، احتمالاً یه جا دیگه هم داره آرش استفاده میشه که ما نمیدونیم. خب اینو بر اساس اولویت بذارین خود MSP دیگه درستش میکنه جا به جاش میکنه. میرم جلو میرم جلو. چون من قبلا اینا رو داده بودم مثلا پیش بینی منابع اولیه. خب اینجا ریسورس آرمین به جای 50% مثلا 35% از نیروتو بذار. خب اینجا دوباره آرمین ریسورس اینجا به جای 50% مثلا 20% تو بذار. خب پیش بینی زمان بندی بیا به جای این 50% مثلا دوباره 20% بذار. اینجا بیکارم شد تازه. خب میریم باز جلوتر، میریم دقیقا تا تمام پروژه رو بگذاریم. مثلا اینجا میگه آقا داره این کارا رو انجام میشه، مثلا اینو اینو این توسط آرمین کشاورزی داره انجام میشه، 1 2 3 نه این که همونه 1 2 3 چهار تا کار داره توسط آرمین کشاورزی انجام میشه. اینا رو به 25% کمتر میکنم، 100% میگم 25% توان تو بذار اینجا، فقط داری 25% میذاری این دو برابر میشه 5 روز میشه. خب اینو اوکی میکنم. بعد این یکی مثلا اینو مثلا 25% کن، اینا رو 2 روزه مثلا میشه 1 روز. اگه 2 روزه میشه مثلا 3 روز. خب اگه این کار رو کنم، یعنی که مثلا اون موقعی که دارم 3 روز رو تعریف میکنم میدونستم که دارم کارهای مشابه انجام میدم، خب همین دیگه مثلا تغییر توش اعمال نمی کنم. این هم 25% این چی؟ این هم 25% اوکی. خب فقط هنوزم قرمزه، اینو فکر کنم اینجا مثلا 100% توانتو نمیخواد بذاری، اینو 50% بذار. خب اینم بیا اینجا 25% توانتو بذار، چون واقعا مثلا یه فرست بخواد در بیاره دیگه 2 روز کامل که طول نمیکشه که بخواد بذاری، 25% توانشو بذاره انجام میشه. این اگه توجه کرده باشین تا یه فرست رو 2 جا آورده، به خاطر اینکه یه بار اینجا تداخل داره
یه بارم اینجا با استفاده از نمودارهای علت و معلول بخاطر شیکوندتش، بعد هم میشکونه مثلا به جاهای مختلفی که تداخل داره تا ما بتونیم راحت تر اونا رو ببینیم. بعد اگه مثلا چیز بود یکم پریوتریا رو هم تغییر بدیم، مثلا کدوم تایه فرستی از خلاهای چیز زیاد مهم نیستش، میارم پایین پریوتریشو، اینم مثلا پریوتریشو میارم پایین تر. این که همون بود، نه اینم میارم پایین. خب اما مثلا مصاحبه با اساتید این مهمه، اینو میبرم بالاتر. خب که چقدر ببرم بالاتر بستگی داره به تسک های موازی اون که چقدر نسبت به بقیه مهمتره. اوکی خب اینم میام مثلا میکنم ریسورس رو 100% میکنم و 50% از توان تو بزن. خب مثلا اینجا میبینید قرمزش برطرف شد. خب الان اینجا این که مثلا 50% رایی بکنم 25%، این هم قرمزش برطرف شد. اگه توجه کنید این هم مثلا حالا یک کدومش داره ما رو اذیت میکنه. خب این همه 100% هم با این 10% از توانش بیشتر نخواهد گذاشت بس ما استاد بیشتر توان بس ما نمیذاره. آرمین کشاورزی بکنیم 25%، این خیلی بذاره مثلا 5% از توانش بس با پروفسور استاد دیگه هم مثلا بذاره 2% از توانش. خب این چطور ریسورس مثلا اینجا آرمین کشاورزی 1 2 3 4 5 شاست، باید کمتر از 25% تخصیص میدادم تا قرمزش برطرف بشه. من خب میگم آقا 25% دیگه کمتر نمیشه، به خاطر این باید بر اساس اولویت ها جابجا بکنیم فعالیت ها. این کار رو باید تا انتها بریم و انجام بدیم. خب که من این کار رو کردم و به این فایل رسیدم. البته قبل البته بزنیم یه چیزی هم بگم. خب اول این کار کردم و خیلی از این قرمزها برطرف شدن، اما دیگه تا یه حدی میتونستم بگم آقا این توانش انقدره، دیگه از اون کمتر نمیتونست خب وقت بذاره، باید وقت بذاره، انرژیشو بذاره یا موازی کاری کنه، بیشتر از اون دیگه نمیتونست موازی کاری کنه. خب به خاطر این قضیه حالا گانچارت هم نرفتیم، یعنی ما هنوز قرمز داریم. اینو برمیگردم با حالت اتوماتیک، اتومیت تاسک اتو اسکیجول. خب بعد میام ریسورس لول حالا میکنم. خب وقتی که لول میکنم بر اساس پریوریتی که داره تسکای منو جابجا میکنه. خب میگه اوکی این تسکا رو حتی اینجا رو اگه توجه کرده باشین اسپلیت کرده. خب که یه تسک کوچیکی این وسط انجام بشه بعد بیاد اون تسک اونجا رو ما بیایم پایین فکر کنم پیداش میکنم کجا بود. بعد تسکا رو اسپلیت میکنه حتی واسه ما. و این خیلی خوبه، مثلا اینجا اسپلیت کرده که این اوورلوکیتد نباشه، مثلا اینجا وقتشو بذاره یه ذره بیاد اینجا کار بکنه، بعد بیاد اینجا وقتشو بذاره، بعد بیاد اینجا مثلا تو این دوتا کار وقتشو بذاره. خب تو اینا که اهمیتش کمتر بود وقتشو نذاره، وقتی خالی شد حالا بیاد این کارهای کم اهمیت‌تر رو انجام بده. و خب اینطوری موازی کاریو بهتر میتونیم مدیریت کنیم و ناگهان مثلا این تسک طولانی بوده. خب چه تسکیه؟ کسب دانش مورد نیاز بر اساس برنامه یادگیری تعیین شده. مثلا من باید برم کلاس، باید بشینم کتاب بخونم و خب وسطش باید برم جلسه بذارم با یکی از استادا دیگه، باید برم باش صحبت کنم چیکارا کردم دیگه. بخاطر این وسطش رو خالی میکنه، میگه برو اینجا کارتو انجام بده، دوباره برگرد بیا کتابتو مطالعه کن. خب برو سر کلاست مثلا. و خب از این طریق میتونم موازی کاریا رو یعنی مرابر رو به خوبی تخصیص بدم، کارها رو موازی ببرم جلو و دیگه پروژه من با حداقل تأخیر انجام میشه. الان پروژه 659 روزه که اگه خاطرتون باشه یه بک بذارم چند روز بود همین بود، یعنی 643 روز بود که به 659 روز تبدیل شدش. خب خسته نباشید، میدونم که یه مقدار چالش برانگیز بود این کار، اما تخصیص منابع خیلی از زمانبندی خیلی بیشتر از زمانبندی پروژه به نظرم به ما کمک میکنه. به خاطرشی به خاطر اینکه ما میدونیم که تو این زمان چه کاری باید انجام بشه، چه کسی باید چه کاری رو انجام بده و چه منابعی باید آماده باشه، چقدر سیمان، چقدر مثلا گچ،
چه کسایی باید بالا سرش باشه، چند تا کارگر داشته باشیم، و این واسه مدیریت هزینه ما خیلی مهمه و اینکه پروژه ما به تاخیر نخوره. پس مدیریت منابع خیلی اهمیت زیادی داره. حتی اگر نتونیم به صورت دقیق برنامه‌ریزی کنیم، یک دیدی داشته باشیم از اینکه چقدر باید لازم داشته باشه، 10% هم خطا میذاریم، میگیم بیشتر بیار آقا، مثلا یه دو نفر بیشتر بذار اینجا، مثلا خطا داریم دیگه. و اینکه موازی کاری ها خیلی وقتا مثلا تو شرکت ها ما کارا رو که تخصیص میدیم، طرف شاکی میشه، فکر میکنه من 8 پا هم اینقدر کار به من تخصیص میدی، همه کارو با هم انجام بدم. خب نه، ما اگر به موازی کاری ها رو در نظر بگیریم و بگیم اوکی تو اول این کار انجام بده، این کار که اینجا تموم شد حالا برو این کار رو انجام بده، اینطوری طرف خب راحت تر میدونه چه کار رو انجام بده و درگیری ذهنیش کمتر میشه و کارش مشخصه و راحت تر و با خیال راحت تر میتونه کار بکنه و کار رو با علاقه انجام بده. خب ممنونم از توجهی که کردیم، امیدوارم مفید واقع شده باشه. بحث تخصیص منابع اینجا تموم میشه و ما در جلسه بعدی وارد مدیریت هزینه میشیم. ممنون از شما، خدا نگهدار.